ماجرای جنجالی بین شروین حاجی پور و ترلان پروانه و اینکه شروین حاجی پور توسط ترلان پروانه فروخته شده. در ادامه با من همراه باشید. شروین حاجی پور رو که دیگه مطمئنن همه شما میشناسید. خواننده خوش صدا و احساساتی که ترانه برایه رو در میان اعتراضات سراسری زن، زندگی آزادی به بهترین شکل و به موقع ترین وقتش خوند. این ترانه که از مشکلات و دردهای اجتماعی مردم ایران، اون هم از توییتر جمع شده بود و حرف دل میلیون ها میلیون ایرانی بود، جوری در دل مردم خونه کرد که تبدیل به ترانه همیشگی ایرانیان شد. هرچند که در اعتراضات زن زندگی آزادی یا اعتراضات مهسا امینی این ترانه تبدیل به ترانه غیر رسمی انقلاب ایران شده بود، بعد از وایرال شدن ویدیوی اجرای شروین هم شروین بازداشت شد. بعد از اون هم چند بار دادگاهی شد و بعد از مدتی هم خبر داد که به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. هرچند که حکمش شامل چیزهای دیگه هم بود، اما سنگین ترینش همین 3 سال و 8 ماه بود. قبل از ادامه خواستم بگم اگر از این ویدیو خوشت اومده لایک و سابسکرایبش کن و توی کامنت ها به هم بگو دوست داری راجع به چی ویدیو بعدی رو برات بسازم. در هفته های گذشته هم ویدیوی منتشر کرد و با بغض و صورتی ناراحت درباره این گفت که باید خودشو معرفی کنه و به زندان بره، که بعد از اون در فضای مجازی واکنش های زیادی به راه افتاد و خیلی ها از مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران خواستار بخشش حکم شروین شدند. از طرف دیگه با مشهور شدن شروین، ماجرای رابطه عاشقانش با بازیگر ایرانی ترلان پروانه هم سر زبون‌ها افتاد و حکمی که برای شروین صادر شده بود هم بی ربط به ترلان پروانه نبوده. ترلان پروانه از اون دسته از بازیگراییه که در سنین کودکی به شهرت رسید و به مرور تونست در نوجوانی و حالا جوانی شهرت خودش رو حفظ کنه. از ترلان پروانه به عنوان یکی از بازیگران آینده‌دار و زیبای سینمای ایران یاد میشه. اون در سریال جدیدی هم که قراره از پلتفرم‌های اینترنتی منتشر بشه نقش بسیار پررنگی رو ایفا کرده. ترلان پروانه اما گویا رابطه با آدم‌های معروف و سلبریتی‌ها رو خیلی دوست داره. اون قبلاً هم با افراد سرشناس دیگه‌ای در رابطه بوده، از جمله تعدادی از فوتبالیست‌های معروف، بازیگرانی مثل ارسلان قاسمی، میلاد کیمرام و بازیگران مشهور دیگه مثل محمد رضا گلزار. حتی گاهی در شایعات و حواشی فضای مجازی خبر ازدواج این بازیگر خانوم خوشچهره با فوتبالیست ها منتشر میشه، مثل سعید عزت اللهی یا فرشاد احمدزاده. حتی مدتی شایع شده بود که ترلان پروانه با بهزاد لیتو هم در رابطه است. خلاصه که پشت سر این خانوم بازیگر کلی حاشیه و جنجال هست. حالا هم که از ماهای گذشته عکس‌های مشترکش با شروین حاجی پور خواننده مردمی و پرطرفدار در فضای مجازی وایرال شد و گویا بعد از اون اتفاقات تلخی برای این زوج جوان و مخصوصاً شروین افتاد. اونها بعد از انتشار یک سری عکس‌هایی که توش یه نشونه‌های مشترکی بود، ثابت کردند که عاشق همن و با هم در ارتباطن. مثلا عکس هایی با یه بچه کوچیک یا دستبند هایی که با هم ست کرده بودند، یا عکس های دو نفره اونها در کنار دریا یا در خیابونای برفی تهران منتشر شده بود. شروین قبل از ترلان هم با یه دختر دیگه دوست بود که بعد از مشهور شدن شروین اون دختره دوباره دنبالش بود و بهش میگفت حالا که مشهور شدی بیا دوباره با هم باشیم. اما شروین دیگه با ترلان تو رابطه
رابطه بود و دیگه نمیخواست که ازش جدا بشه. شروین در ویدیویی هم که منتشر کرده بود حرفهای بسیار دردناکی زد. اون گفت اتهام من رو تحریک مردم برای کشتار و جنگ اعلام کردن و ممنوع الخروجی من رو برداشتن. اگر منظورتون اینه که من از ایران برم، واقعا قرار نیست جایی برم. من عاشق ایرانم و از اینکه باهام مثل یک مجرم رفتار بشه خیلی ناراحتم. چند روز بعد از انتشار این ویدیوش هم که واکنش ها در فضای مجازی بسیار زیاد شد و بعد همین خبرها منتشر شد که حکمش فعلا لغو شده. البته در یک سری از خبرها هم نوشته بودن نیمی از حکمش لغو شده. از طرف دیگه هم ساترا، سازمانی که کارش تایید و مجوز دادن به پلتفرم های اینترنتیه، متوجه رابطه عاشقانه ترلان پروانه با شروین حاجی پور میشه و به ترلان پروانه هشدار بسیار جدی میده که قرار ممنوع کار و ممنوع تصویر بشه و دلیلش هم رابطه با آقای خواننده معترضه. و حتی جدیدترین سریالی که ترلان پروانه بازی کرده به نام غربت و تصاویرش و تبلیغاتهاش در سطح شهر منتشر شده هم عکس ترلان پروانه از اون حذف شده. نهادهای امنیتی با این کارها ترلان پروانه رو تحت فشار زیادی گذاشتن که باید آمار و اطلاعات شروین رو به ما بدی و در مورد فعالیت‌هاش، آهنگ‌هاش، تصمیم‌هاش، آدم‌هایی که باهاشون تو رابطه است و برنامه‌هایی که برای آینده داره رو به ما بگی. اون هم زیر این فشارها کم میاره و آمارهای شروین رو مو به مو به دستگاه‌های امنیتی میده و همین باعث میشه که حکم شروین سنگین‌تر بشه. از طرفی هم ترلان تحت فشار تهیه کننده و عوامل اون سریال بوده که رقم زیادی برای این سریال خرج کردن و بهش میگفتن که با این کارهای تو و با این عکسهایی که ازت منتشر شده ما کلی ضرر میکنیم و اگر تو ممنوع تصویر بشی جلوی سریال رو میگیرن، هم ازش شکایت میکنیم و باید ضرر و زیان ما رو بدی. ترلان هم زیر همه این فشارها هر روز بیشتر آمار شروین رو میداد. حالا که قرار بود در همین روزها شروین برگرده زندان و باید خودشو معرفی میکرد برای 3 سال و 8 ماه حکمش، خوشبختانه واکنش‌ها در فضای مجازی باعث شد که فعلا حکمش به تعلیق در بیاد. اما خب همه ما میدونیم که هر کسی که در کشور ایران محبوب و مشهور و مردمی بشه کاری میکنن که از ایران بره و نمیذارن که اسطوره‌ای در ایران باقی بمونه. بعد هم که از ایران رفت میخوان بگن اینی که از ایران رفته اسطوره شما بود و توی اعتراضات این آهنگو خوند و کلی هم شما تحویل گرفتید و طرفداریشو کردید وابسته به فلان سازمان جاسوسی بود و حالا هم که دیگه کارش تموم شده و رفته. مدتی پیش هم که در فضای مجازی توییتر نوشته های ترلان پروانه و شروین حاجی پور دست به دست می شد، گویا اونها دعوای خیلی بدی با هم داشتن و از هم خیلی بد جدا شدن. شروین در اوج عصبانیت گوشی ترلان رو به زمین کوبیده و ترلان نوشته بود پشت اون چهره مظلوم چه هیولایی بوده، هرچی به من گفتی یا خودت بودی یا میخواستی که باشی. از اون طرف هم شروین جوابهای کنایه‌آمیز میداد. حالا هم که با روشن شدن این قضیه و اینکه ترلان پروانه آدم فروش بوده و آمار و اطلاعات زندگی شخصی شروین رو در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار میداده، مشخص شد که دعواشون کلن سر چی بوده. مرسی که تا پایان این برنامه هم با من همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با من همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.